לא פרקו על חילים אוכלסים به تازگی شرکت های زیادی شروع به تولید ماشین و موتورهای برقی کردند که اکثر این برندها همچنان برای ما کمتر شناخته شده هستند. جالبه بدونین از سال 2030 به بعد هیچ ماشین و موتوری با سوخت فسیلی در ایالت واشنگتن گذاری نخواهد شد. البته خدمات دهی به ماشین‌های با سوخت فسیلی همچنان ادامه پیدا میکنه تا اینکه علاقه خارج بشن. ولی دیگه بازار فقط و فقط در انحصار ماشین و موتورهای برقی خواهد بود. اینها شتاب و سرعت بسیار زیادی دارند هزینه نگهداریشون به نسبت ماشین با سوخت فسیلی یا موتورهای با سوخت فسیلی البته کمتر هست هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ندارن و با برق خونم قابل شارژن و این خودش خیلی وضعیت بزرگیه الان در سطح شهر و حتی جاده بین شهری جایگاه های شارژ اینا وجود داره که شما میتونید از اون جایگاه استفاده بکنید و با, با عددی خیلی کمتر نسبت به قیمت بنزین بیاید این موتور و ماشیناتون شارژ بکنید حالا بستگی به برندش و ظرفیت باتریتون میتونه شما رو بین 50 تا 300 مایل جابجا کنه. بکنه. قیمت خیلی متنوعی هم دارن از حدود 20 تا 38 هزار دلار من دیدم. معروف هم هارلی دیویدسونه که یه دونه مدل 100 درصد برقی زده که من به زودی یه تست راید کامل باش انجام خواهم داد و یه گزارش کاملا براتون میگیرم. اینا خب دیگه هیچ صدایی نداره و دیگه ما عاشقای موتور اون <تصفح> لرزش و نمیدونم بهتون بگم صدای موتوری که توی DNA ای ما رفته رو از دست خواهیم داد نسل بعدی دیگه فقط از موتورهای بسیار پرشتاب ولی بدون صدا استفاده خواهند کرد دمتون گرم امیدوارم که از این گزارش لذت برده باشین مرسی از وقتتون